خامنه ای: باید بنا را بر این گذاشت که تحریم ها تا 10 سال دیگر ادامه پیدا کند. خلیفه ارتجاع آخوند روحانی را که تاریخ مصرفش به پایان می رسد سپر بلا قرار می دهد. اذعان خامنه ای به بحران ارضی، سقوط ریال و فساد حکومتی، از جمله بازگردانده نشدن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و درماندگی رژیم در فضای مجازی. حضرت آیت الله خامنه ای در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت سال آخر فعالیت دولت 11 را فرصتی خوب برای افزایش خدمات در حوزه‌های مختلف خواندند. افزود هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین و اطلاع رسانی خدمات اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف است که دولت باید بیش از پیش و از دیگران به نقد درونی بپردازد. حضرت آیت الله خامنه ای به دولت مردان توصیه کرد در گزارش هایی که توصیه کردند در گزارش های جامع و صادقانه آنچه توانستید و آنچه قرار بود اما نتوانستید برای مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارش های صادقانه خرسند و امیدوار شوند. رهبر انقلاب اسلامی تقویت ارزش پول ملی را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند در کنار اقدامات بلند مدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است. مشخص شده است که دخالت‌های بدخواهانه ای در کار ارز میشه که اینها تأثیر میذاره در کاهش قیمت پول ملی و ارزش پول ملی. بعضی از دخالت‌های بدخواهانه است، بعضی بدخواهانه نیست، سودجویانه است که اعلام شد که 27 میلیارد دلار پول صادراتی است که بر نگشته. اون چیز مهمی است. خب گاهی اوقات البته این برنگشتن به خاطر یه عوامل منطقی است که بر نمیگرد، اما گاهی هم به خاطر این است که این پول رو، این ارز رو، این جناب برده مثلا در فلان کشور فرض کنه زمین خریده، ملک خریده بود. این قابل قبول نیست که حالا گزارش هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه ما بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده مربوط به ایرانی هایی است که اونجا ملک خریدن. خب این اصلا قابل قبول نیست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحولات خارجی پیوند بخورد، زیرا این یک خطای راهبردی است. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت های داخلی سکه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنیم که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه ریزی کنیم. خطای راهبردی است، واقعا این خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند افزودند تاکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است، اما متاسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود.